سلام، درود بر دوستان عزیز. امیدوارم حالت خوب باشه. یکی از برادران ارمنی با من تماس گرفت. من نمیدونستم اینقدر اوضاع ارمنستان به هم ریخته است و چه آشفتگی وجود داره تو این جامعه. متاسفانه الان دیگه برام معلوم شده که چرا شکست خوردن. و 17 تا حزب، چه خبره؟ 17 تا حزب همشون هم فاسد، و هم فاسد از نظر عقیدتی، هم فاسد از نظر اقتصادی. بعد این پاشنی که ما قدش فرش میدیم به عنوان یکی غربگرا و اینا، این بند خدا رو به چشم ناجی نگاه میکردن که بیاد اینا رو نجات بده دست اون احزاب قدیمی که همشون فساد دارن. رئیس جمهور فعلیش که اصلا به وضوح مشخص فاسد است. و چه کار ما میتونیم بکنیم؟ به چه کمکی دست ما برمیاد که برای مثلا انجام بکنیم وقتی جامعه انقدر دچار فرسودگی و اختلاف شده؟ من الان متخصص ارمن شناسی نیستم احتمالا، ولی بچه داخل ایران، حاکمیت دیپ استیت ایران، امروز توی چیزی نوشتم، همونطور که ما در آمریکا دیپ استیت داریم، یعنی دولت عمیق، دولت پنهان، ما در ایران هم یه دولت پنهان داریم که فرای همه چیز هست و اون حاکمیت پنهان ایران داریم. ما شک نکنید، ما در ایران حاکمیت پنهان داریم و اونها ایشالله بررسی کنن ببینن موزه ارمنستان چه کمکی میتونن بکنن به ارمنستان وقتی جامعه خودش اینجور در و داغون باشه. دیگه ما چه کمکی میتونیم بکنیم؟ ولی من از نظر خودم، با اینکه متخصص جامعه ارمنی نیستم، حالا تو کامنت ها شما بحث کنید، بچه ارمنستان بیان مشکلات رو بگم، ما یکم اطلاعات کسب کنم. خودم در درجه اول مشکل اول ارمنستان رو وابستگی به روسیه میدونم و این خطرناکه. این احزاب 17 تا احزاب، 14 15 تاش احزاب روسی هستند، وابسته به روس هستند و اسلاو هستند. یا این مشکل تو همه جمهوری های آذربایجان هست، تو قزاقستان مثلا 40-50% روس هستند، همه جمهوری ها، تاجیکش هم همینطور. تاجیک هم نتونست الفاش عوض کنه، این نمیذاره، اون لابی نمیذاره که الفاشون عوض کنن، تا زبان فارسیشون هم بخصن از بین ببره. و تو همه جمهوری ها همینطور هست. شاید ترکمنستان و آذربایجان دو جمهوری موفق تر نسبت به بقیه جمهوری ها باشن برای کوتاه کردن دست روسا، نمیدونم. و وابستگی عمیق ارمنستان و همیشه منتظر باشه که یه پدرخوانده واسش تصمیم بگیره، خب این کشور نمیتونه مستقل باشه. و یک پس در درجه اول مشکل ارمنستان اینکه روح ملی نداره، یعنی روح مردمش و احزابش، احزاب فاسده که داره، این احزاب این کشور رو وابسته میکنن به روسیه که روسی خیانت کرد، هم 1920 هم 2020. و به فرض که ما حالا خوشبینانه میگیم روسا خیانت نکردند و قصد خیرخواهی داشتن، در هر صورت مثل کشور یتیم برخورد میکنن و اعمال حاکمیت میکنن نسبت به ارمنستان. ارمنستان فقیره، خب روسا واسهشون اهمیتی نداره. روسا هیچ وقت در واقع آذربایجان و ترکیه که هر دو کشور پولدار هستن رو دلخور نخواهند کرد، چون که منافعی که از آذربایجان و ترکیه دارن هزاران برابر بیشتر از ارمنستانه که فقیره و چیزی نداره. به خاطر همینه که گوشت قربانیش کردن. حالا جنگ قبلی قره‌آباغ، من نمیدونم، اون موقع خیلی روسا تند وارد شدن در حمایت از ارمنستان، ولی این دفعه نه، کامل مشخص پشتشون رو خالی کردن. یه حزب دیدم جالب بود، یه حزب آریان دیدم که سلام نازی میدن، صلیب شکسته دارن. خب این احزاب هم خوب نیستن ها، چنین احزابی هم مثل ارمنستان خوب نیستن، احزاب ملی افراطی و مثل فاشیست. من دیگه دلالی هفتگانه که مثل شکست ارمنستان آورده بودم، یکی گفتم فاشیسم و منظور همین بود، گفتم فاشیست در تفکر، یعنی گفتم میگه نفرت از ترک باعث نابودی ارمنستان میشه. وقتی موشک میزدم به گنجه، موشک میزدم به باکو، من گفتم این باعث شکست ارمنستان میشه، اخلاق رو رعایت بکنن. دست نفرت
همیشه کسی که نفرت داره قربان، اولین قربانی خودشه، نفرت نژادی مخصوصا. در این حال باید یعنی اگر ترکان نفرت نژادی داشته باشن از ارمنی ها شکست میخورن، اگر ارمنی هم نفرت نژادی داشته باشن، حالا هر دو تا ملت یک نژادن، فقط زبانشون عوض شده با دینشون، وگرنه نژاد نژاد کوکازیه، نژاد نژاد قفقازیه، فقط تغییر زبانی رخ داده و تغییر دین. و مشکل دوم، پس مشکل اول رو گفتم چیه؟ مشکل اول وابستگی به روسیه است. اینکه از وابستگی به روسیه، پدرخواندگی روسیه خارج بشن کار ساده نیست، خیلی سخته. چجوری میخوان خارج بشن؟ دوم احزاب 17 تا حزب. یک از دلایلی که آلمان هیتلر اصلا مخالف بود با این احزاب، میگفت یک از سخنرانی معروفش از گفت هر سگ و گربه ای تو این کشور حزب داره. اینقدر عصبانی بود در دست احزاب، واسه ضعف آلمان شده بود و واسه نفوذ میشه از احزاب، واسه مایه نفوذن تمام احزاب. من خاطر همین با دموکراسی مخالفم، میگم نباید احزابی وجود داشته باشن. احزاب قبیله ای عمل میکنن که تو ایران همینه دیگه، احزاب قبیله ای منافع خودش. خاطر میگم مثلا دولت نباید وجود داشته باشه، یک حاکمیت یک پارچه کافیه تمام. پس دومین کاری که باید بکنن این که دموکراسی از ارمنستان جمع بشه. کی باید جمع بکنه؟ یک دیکتاتور، دیکتاتور خشن و خونریز. دیکتاتور هم بیاد، خب روس ازش حمایت نمیکنن، مگر اینکه از طرف های نژاد اسلاف باشه یا کسی باشه، باز هویت ارمنی از بین میره. و چالش اینه که تو این کشور دیکتاتوری بیاد، دموکراسی هیچ جواب نمیده. دموکراسی اتفاقا مایه فساد. دیدم بعضی از بچه ارمنی از دموکراسی حمایت میکنن، دلشون خوشه که دموکراسی فساد رو از بین میبره، برعکس دموکراسی فساد رو تشدید میکنه. باید یک ارمنیه که واقعا ارمنستان دوست داره و میهنگرا هست، در این حال اخلاق گرا باشه و نفرت نژادی نداشته باشه، اعتقادات دینی هم داشته باشه، یعنی همون مدل ولی فقیه ایرانی. که ولی فقیه که در ایران هست، ولی فقیه به سبک ایرانی در ارمنستان، یعنی ولایت فقیه ارمنی اونجوری حالت باشه تا بتونه احزاب رو جمع کنه، یعنی جمع کنه که اصلا برچینه و یک حزب واحد، یک حزب میهنی و که منافع عقیدتی و میهنی رو دنبال بکنه. یه حاکم قدرتمند صالح میخواد و اینجور احزاب مثل سرگربه به جان هم میافتن و کشور رو چیه میکنن، در واقع گوشت قربانی میکنن. الان ملغمی از فاشیسم هم میبینم، کمونیست میبینم، احزاب وابسته به روس میبینم و خیلی دنبال فساد اقتصادی هستن. حتی آرتاساخ هم تازه به قول بچه ها که با همین به من گفت، خود آرتاساخ رو میخواستم بفروشم بره تازه. خب جامعه با این در هم ریختگی، با فقر مالی هم که داره، آذربایجان پولدار نفتی و یک حاکمیت یک پارچه واحد هم داره، خب معلوم بود چه کس میخوره و چشمشون هم همشه به روسیه بود. حتی به روسیه چشم دارید، ولی من نمیدارم ما ایران چه کمکی میتونیم به اینا بکنیم. ها این نکته هم بگم، همطور که گفتیم سقوط شهر شوشا، دومین شهر بعد از خانکندی، این مشکوک بوده. من گفتم که کلیپ‌های قبلی روسا در مذاکرات مهرانه با ترکیه توافق کردن که این شهر سقوط بکنه، که دوست ارمنی اونم که با من تماس گرفت اینم گفت قرار بود که پاشینیان سه تا هنگ بفرسته برای دفاع از شهر شوشا، ژنرالای ارتش ارمنستان که روسیان مخالفت کردن. یعنی در واقع ارتش ارمنستان 100% وابسته به روسیه است. خب به درد نمیخوره چه ارتشی که من بارها گفتم ارتش ارمنستان ارتش روسه. به خاطر همین تو کلیپ اول اون تحلیل اشتباه کردم، گفتم که نه ترکیه نه ارمنستان نمیتونن، نه ترکیه نه آذربایجان نمیتونن ارمنستان رو شکست بدن، چون میدونستم که اونجا مثلا بیسش روسیه و روسا اگه بخوام بجنگم نمیذارن، که روسا خب چون ارتش روسی بوده روسا هم سازش کردن، خیانت کردن. الان عملا کشور ارمنستانی وجود نداره و دردناکه. این کشور اشغال شده است توسط تفکرات غیر ارمنی. راهش اینه که اولا که مدل حکومتیشون شبیه مدل حکومتی ایران باشه، شبیه ولی فقیه، یه ولایت ولی فقیه ارمنی باشه، یعنی یک نفر باشه رأس حکومت معتقد به مذهب ارمنی ها باشه، یعنی مذهبی باشه، میهنی هم باشه دیگه. این کمونیست مومنیست هم را باید بیرون کنن، لیبرال هم را باید بیرون کنن و
مدل حکومتی ارمنستان باستان رو ایجاد بکنم و هویت میهنی نه هویت فاشیستی. واقعا بعض وقتا فاشیسم مانع میشه از اینکه آدم حقایق میهن رو پیدا بکنه و اینطوری الان مشکلی که ندارن اینجوریه، این احزاب باید جمع بشه. فقط کودتای یه شخص ملی کودتا هم نمیتونن بکنن، چون که ارتش روسیه، دست روس هست. ارتش مال خود ارمنیا که نیست که، ارتش دست روس ها هست. من تو هفته قبلم گفتم، چند روز قبلم گفتم کودتا اتفاق نمیافته چون که ارتش دست روسیه است. اگر به فرضم یه نفر پیدا بشه کودتا بکنه، روسیه حمایت ازش نمیکنن. کودتا باید مورد حمایت کشور خارجی باشه و نمیدونم چه کمکی میشه کرد به اینها. و واقعا آدم اگه بخواد به اینا کمک بکنه، نمیدونه به کدوم جریان کمک بکنه. شاید یکی از علتهایی که ایران نمیتونست به ارمنستان کمک بکنه اینه که نمیدونه چجوری باید کمک بکنه. یعنی وضعیتش، وضعیت مدل حکومتشون باید عوض بشه. این حکومت به این صورت به درد نمیخوره. 18 تا احزاب رو نمیدونم رئیس جمهور و نخست وزیر رو، یک حکومت نظامی، یک حکومت نظامی باید بیاد. اون شخص اول هم که نظامی هست باید یک ارمنی معتقد باشه، فاشیست نباشه، و احزاب همه رو جمع کنه. من نمیدونم خدا ملت ارمنستان رو نجات بده. واقعا اوضاع سختی دارم. بدرود.